طبق آمار منتشر شده، ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان خودرو در منطقه است. وقتی صحبت از کیفیت میشه، اولین نکته‌ای که به ذهن میرسه اینه که آیا خریداران خودرو در ایران با توجه به مبالغی که پرداخت میکنن اتومبیل‌های بهتری دریافت میکنن؟ اصلا بد نیست که قبل از هر چیز ببینیم نظر شما خریداران خودروی تولید داخل چیه و آیا کیفیت تولیدات داخلی تونسته نظر گزارشگر ما رو جلب کنه؟ این گزارش رو برای گزارشگر من و تو میگیرم. خودروی ملی پژو پارس مدل 96 حلبه همش. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چرا چنین ورقه هایی برای ساخت این خودرو استفاده شده و اصلا ورقه های استفاده شده باید به این صورت باشن یا کلا مناسب خودرو نیستند؟ برای پاسخ به این سوال با یکی از پرسنل بخش کنترل کیفیت ایران خودرو مصاحبه تلفنی کردیم. ما ورقامون تو دوره تحریم که بود، موقع حالا دور می‌زدن تحریما رو، از فرانسه میومد، از روسیه میومد، اما با توجه به اینکه یه مقدار بحث داخلی سازی پیش اومد، مجبور شدن شرکت داخلی کار کنن. مثلا مورد تایید ما که بچه‌ی کیفیت هستیم و تایید می‌کنیم این قضیه رو نبود. ورقه بود که تو بازار به عنوان کابینت هم استفاده نمی‌شد. الان مجبورن مثلا از ورق خودروی لرستان یا فولاد مبارکه که تواست مکانیکیشو نداره، کشش نداره، زیر پرس میره پاره میکنه، بعدن که دست مشتری میرسه تحت تنش به حساب قرار میگیره پاره میشه. به قول چی میگن، خیانتی که به خریدار شده، مشتری شده، از اینجا شروع شد. البته مشکل فقط به بدنه خودرو ختم نمیشه، مشکلات دیگه هم وجود داره که در گزارشی که الان میبینیم به برخی از اونا اشاره شده. در این گزارش میبینید که این خانم چه مشکلاتی با خودروی 0 کیلومتر خریداری شده از شرکت سایپا داره. دنده ماشین کلن از جا در اومد. این ماشین هیچ امکانات درست و حسابی نداره. ضبطش رو که برداشتن ما کلی هزینه کردیم برای ضبطش، که ضبط تهیه کردیم براش. لاستیک های ماشین از بدترین نوع لاستیک استفاده شده بود که مجبور شدیم عوضش کنیم. دیروز هم میخواستیم ماشین رو روشن کنیم که متاسفانه اصلا هر کاری کردیم روشن نشد. یک سرم فیوزای داخلیش میسوخ. بعد که بردیم تعمیرگاه به ما گفتن اصلا اتصال دینام به باتری نداشته. الان دوباره فیوزا رو عوض کردیم ولی باز هر بار که روشن میکنیم میسوزه فیوزاش. تجربه ای که این خانم با ماشین 0 کیلومترش داشت خیلی کمتر از انتظاراتش بود. سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا خودروسازان داخلی حریص و تمکارن یا سعی دارن هزینه ها رو پایین نگه دارن؟ برای پاسخ به این سوال با یکی از کارکنان سابق ایمان خودرو که سالها شاهد نحوه ساخت خودرو بوده یک مصاحبه حضوری کردیم تا شاید بتونه دلیل این مشکلات رو برامون روشن کنه. درخواست تعداد تولید بالا رو داشتن همیشه و این درخواست تعداد تولید بالا به خاطر هزینه هایی بودش که روی دوش شرکت همیشه سنگینی میکرد و این تعداد تولید بالا فقط مهم بود که ماشین دست مشتری بره، مهم نبود که با چه کیفیتی دست مشتری میره. تولید انبوه تنها مشکل خودروی ساخت داخل نیست. کارمند ایران خودرو در ادامه به بخشهای دیگه از مشکلات هم اشاره میکنه. مسئله دیگه قطع سازایی بود که قطعهای ایران خودرو رو تعمیم میکردن و این یک چرخه‌ای بود که بین خود مدیران ایران خودرو میچرخید و مهم نبود که چه قطع سازی قطعه خوب تولید میکنه، مهم بود که کدوم قطع ساز برای ایران خودرو یا برای مدیران ایران خودرو کار میکنه. لازم به توضیح، شرکت کیفیت و استاندارد ایران به یک سری از خودروهای داخلی از جمله ماشین‌های شرکت سایپا فقط یک ستاره و به سمن دو ستاره داده. ناگفته نمونه که ستارهایی که به این خودروها داده شده نظریات مشتریان نبوده و فقط با آزمایش خودروهای مربوطه به وسیله شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به دست اومده. در همین زمینه کارمند سابق ایران خودرو نکات قابل تأملی میگه که با هم میشنویم. وقتی که کنترل کیفیت ماشینی رو میخواست برای تست، اونو درخواست میداد. اینجور نبود که بیاد از خط تولید یا از ماشینی که انبار شده یه دونه رو برداره و ببره تست بکنه ببینه آیا ماشینی که دست تو مشتری داره میره همون ماشینی که داره تست میشه و اون ماشینی که باید کوالیتی های لازم رو داشته باشه. نه، اینجوری نبود. یه ماشین درخواست میداد و اون ماشین برای کنترل کیفیت ساخته میشد
این به خاطر همین بودش که همیشه کنترل کیفیت ما بالاتر از ماشین بود که دست مشتری داده میشد. و در آخر کارمند ایران خودرو به ما گفت که خودروهای صادراتی از نظر بدنه و تزیینات داخلی فرقی نمی کنند، ولی قطعات استفاده شده در این خودرو از نوع خارجیه، در صورتی که برای بازار داخلی از قطعات ساخت داخل استفاده میشه. البته ناگفته نمونه که بعضی از مسئولین حاضر به قبول چنین مشکلاتی بین خودروهای صادراتی و داخلی نیستن. اونها نه تنها راه حلی برای این مشکلات ارائه نمیدن، بلکه کمپین های به راه افتاده از طرف خریداران متضرر رو هم قبول نمی کنن و با سیاسی کردن موضوع به اونها برچسب ضد انقلاب میزنن. سوالی که در آخر پیش میاد اینه که با چنین برخوردهایی از سوی مسئولین آیا آینده روشنی برای خودروهای ساخت داخل خواهد بود یا خیر؟